دکتر و دوست عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به یک جلسه آموزشی دیگه از انواع الگوهای هارمونیک. تا اینجا ما 3 الگوی هارمونیک رو با هم در موردش صحبت کردیم و توی این جلسه میخوایم یک الگوی دیگه ای رو در موردش صحبت کنیم به اسم الگوی بت. الگوی بد هم مثل الگوی گارتلی هم حالت صعودی داره و هم حالت نزولی که میخواییم در ادامه در مورد نسبت‌های خاصی که میتونه این الگو داشته باشه با هم صحبت بکنیم. همونطور که میبینید ما مثل الگوی گارتلی که گفتیم نیاز به 5 نقطه داریم، الگوی بد هم یکی از الگوهایی هست که شما برای تشکیلش نیاز به 5 نقطه دارید. نقطه X، A, B, C و D. و یکی دیگه از شباهت‌هایی که الگوی بت با الگوی گارتلی داره اینه که نقطه D یعنی انتهای در واقع موج CD یه جایی توی دل XA قرار میگیره. توی الگوی گارتلی هم اگر خاطرتون باشه در مورد این صحبت کردیم که انتهای D باید داخل فضای یا گام حرکتی XA قرار بگیره و اونجا گفتیم که یک درصد خاصی رو باید داشته باشه و درصدش هم 7.86 ریتریسمنتی بود که روی گام حرکتی XA رسم می کردیم. اما بعد برای خودش یک سری قوانین و مقررات دیگه ای داره، می خواهیم در مورد اونها صحبت بکنیم. ما مجدداً یک گام حرکتی از X داریم تا A. و بعد از اون بازار وارد یک فاز اصلاحی میشه. انتهای B یا بهتر بگیم که گام حرکتی اصلاحی آبی که تو دل XA قرار گرفته، B باید یکی از درصدهای خاصی از فیبوناچی که رسم میکنید رو اصلاح بکنه. اگر که ما روی X تا A یک فیبوی ریتریسمنت رسم بکنیم، یکی از درصدهای اصلاحی که برای B هست درصد 38 تا 50 درصد فیبوناچی هست. بنابراین الگوی بت یک قاعده مشخص نداره که بگیم حتما باید 50 درصد رو اصلاح بکنه تا الگوی بت شکل بگیره، یا حتما باید 38 رو اصلاح بکنه تا الگوی بت شکل بگیره. نه، یک فضایی بین این دوتا یا این یا اون هیچ فرقی نمی کنه. در هر دو حالت ما میتونیم به دنبال الگوهای بت باشیم. پس اگر یادتون باشه توی الگوی گارتلی بی میزان اصلاحش 61.8% از XA بود و الان یه مقدار فرق میکنه. اینجا میزان اصلاح کمتر هست به نسبت الگوی گارتلی، یعنی یه فضایی هست بین 38 تا 50 درصد. پس این خط سبز رنگی که به صورت خط چین من براتون رسم کردم هم میتونه میزان اصلاحش روی 38 باشه و هم میتونه، اجازه بدید من اینو براتون بنویسم، یا میتونه روی 38 باشه چه هشتی و میتونه روی 50 هم باشه. این دوتا حالت و فضای بین این دوتا برای تشکیل الگوی بت قابل قبول هست. اما بریم سراغ ادامه شرایطی که باید برقرار باشه. این اولین حالتی بود که توی الگوی بت ما باید بهش توجه کنیم. اگر میزان اصلاح آبی یکی از این درصدها بود، میتونیم ذهنمون بره سمت الگوی بت. خب، بعد تو دلش یک حرکت بی سی داریم که باز یک اصلاحی هست برای گام آتابی و بعد از اون بازار وارد فاز نزولی میشه. خب توی حرکت CD اینو بگم که این الگوی AB مساوی با CD نباید اینجا برقرار باشه. اگر برقرار بود باید به فکر الگوی گارتلی بیافتیم. پس اینجا گام حرکتی AB و CD با هم مساوی نیستن. درسته که CD یک درصدی از AB رو داره پیشرفت میکنه، داره رشد میکنه، اما با هم برابر نیستن و یک سری نسبت‌های خاصی داریم، یک سری درصد‌های خاصی داریم برای پیدا کردن PRZ در نقطه D که می‌خوایم در مورد اونها صحبت بکنیم. ما
در مورد یک محدوده پرپتانسیل برگشتی صحبت کردیم و گفتیم که توی همه انواع الگوهای هارمونیک به دنبال اون PRZ یا ناحیه پرپتانسیل برگشتی میخواییم بگردیم. حالا مجموعه از همپوشانی سطوح فیبوناچی به ما اون PRZ که به دنبالش هستیم رو میدن. اما بریم ببینیم این محدوده ها چی هستن دقیقا. برای به دست آوردن PRZ در نقطه D ما همچنان نیاز داریم که از چندین و چند فیبوناچی مختلف استفاده کنیم. اولین فیبوناچی که ازش استفاده می کنیم همون فیبوناچی ریتریسمنتی هست که ما روی گام حرکتی X تا A اون رو رسم کردیم. پس ما یک فیبوناچی رسم کردیم از این گام حرکتی تا این گام حرکتی. یک بار برای سطح B ازش استفاده کردیم که توی محدوده یا 38% قرار گرفته بود یا 50%. اما بار بعدی از همون فیبوناچی برای به دست آوردن انتهای حرکت CD استفاده می کنیم. خب این میزان اصلاح نقطه D باید روی سطح 88.6 قرار گرفته باشه. یعنی اگر به نسبت کل گام X تا A نگاه بکنیم D باید میزان 88.6% از کل XA رو اصلاح کرده باشه. و همونطور که گفتیم نقطه D درسته که خیلی نزدیک هست به انتهای X، اما همونطور که میبینید هنوز هم یه جایی داخل گام حرکتی XA قرار گرفته و از XA خارج نشده. خب ما یک محدوده به دست آوردیم که به وسیله سطح ریتریسمنت 88.6 روی XA اون رو به دستش آوردیم. اما محدوده بعدی ما روی گام حرکتی B تا C این بار یه اکستنشن همون فیبوی دو نقطه ای رو رسم می کنیم. درصدهایی که برای ما اهمیت دارن یکی درصد 161.8 یکی هم 261.8. کدوم مهمتره؟ از بین این درصدها اونی اهمیت بیشتری داره که به سطح 88.6 نزدیک تر باشه. چون یکی از قوانین الگوهای بد این 88.6 و بقیه فیبوناچی ها برای به دست آوردن PRZ هستن. پس ما میایم سطوحی رو استفاده می کنیم که به این سطح نزدیک تر باشه و در نهایت ما یک اکسپنشن یا یک فیبوی 3 نقطه ای روی گام ABC رسم می کنیم. بین 100 تا 161.8 ما میتونیم این رو به عنوان یک محدوده دیگه در نظر بگیریم. در نهایت ما مثلا این حوالی یک PRZ به دست میاریم که اگر یک حالت برگشتی توی دی دیدیم میتونیم به دنبال موقعیت‌های مناسبی بگردیم برای خرید کردن. یه نگاهی به کتاب بندازیم، اون فصلی که مربوط هست به الگوی بد. و اینجا رو اگر دقت بکنید گفته که میتونه الگوی AB مساوی با CD هم توی بد برقرار باشه، ولی حالتی که محتمل تر هست اینه که AB یک درصدی از BC رو پوشش بده و معمولاً یا به نسبت فیبوناچی یا روی سطح 127% قرار دارن یا روی سطح 161.8% قرار گرفتن. این نسبت ها برای الگوی بد یک مقداری محتمل تر هست به نسبت آبی مساوی با CD. یعنی یه جورایی گام CD یک مقداری به لحاظ حرکتی کشیده تر یا اکستند تر از گام حرکتی AB هست. و بریم سراغ عناصر لازم برای تشکیل الگوی بد. همونطور که توی کتاب میبینید میگه نقطه B حتما باید کمتر از 61.8% از گام حرکتی XA رو ریتریس کنه، شاید 50%، شاید هم 38.2%. خب پس این نقطه اول و اصلی که برای الگوی بد هست.
اگر اصلاح ما 61.8 باشه، ما به الگوی بد فکر نمی کنیم، یا به الگوی گارتلی فکر می کنیم، یا به یک الگوی دیگه که در ادامه در موردش صحبت می کنیم. ولی اگر میزان اصلاحمون یا روی 38 باشه یا روی 50% باشه، برای ما محتمل تر هست که ذهنمون بره سمت الگوی بد. و میگه که پروژکشنی هم که رسم بکنیم روی بی سی باید سطح 161.8 رو به همون بده، منظورش این سطح هست. و ای بی مساوی با سی دی پترن is usually extended، میگه توی در واقع تو دل ایکس ای که یه ای بی سی دی داریم، معمولا ای بی مساوی با سی دی نیست و معمولا اکستند شده است، یعنی سی دی یک مقدار کشیده تر از گام حرکتی ای بی هست. و آخرین چیزی هم که برای ما اهمیت داره اینه که در واقع نقطه دی روی 88.6 ایکس ای رو برای ما ریتریس بکنه. و نقطه سی، اما در مورد سی خیلی بحث نمی کنیم، چون میتونه هم یک فضایی بین 38.2 باشه تا 88.6. تنها چیزی که برای ما اینجا اهمیت داره اینه که 300% به بالا رو اصلاح نکنه. و همونطور که توی تصویر میبینید، الان ما نقطه بیمون به نسبت XA روی 38.2 و یا 50 قرار گرفته، از اون طرف نقطه دیمون روی 88.6 قرار گرفته و به نسبت ABC یا روی 161.8 هست یا روی 261.8. این یکی از ملزومات الگوی بد هست. حالا این تصویر رو اگر با هم نگاه بکنیم، ما یک گام حرکتی داریم از X تا A. اگر یک ریتریسمنت روی این فضای X تا A رسم بکنیم، یکی از درصدهای اصلاحی اینجا 50% فیبو هست. پس من یه 50% این میانه راه اصلاح دارم، بعد مجدداً یک رشدی دارم که این رشد، یعنی رشد BC به نسبت AB روی سطح چقدره؟ 88.6. ما گفتیم که C مجاز همه ی نسبت‌های ممکن رو اصلاح بکنه، تنها نسبتی که نمیتونه 100% به بالا هست، اونجوری که احتمال تشکیل الگوی کلاسیک دبل تاپ هست، نه الگوی هارمونیک. بعد از اون سی مجدداً وارد فاز ریزشی میشه و در ادامه ریزش میخواییم ببینیم که نسبت آبی به سی دی چه نسبتی هست. همونطور که میبینیم ما سی دیمون توی نسبت 161.8 از آبی قرار گرفته، یعنی الگویی که اینجا برقرار هست الگوی آبی مساوی با سی دی نیست، بلکه سی دی 161.8% از آبی رو در واقع اکستند شده. این یکی از PRZ هایی هست که برای نقطه دی به دست میاریم. یکی دیگه از PRZ هامون این سطح 88.6 هست که ما میاییم به نسبت دی یک ریتریس روی XA رسم میکنیم و در واقع تراکم این سطوح فیبوناچی به همون نقطه برگشتی رو میدن که بعد از اون میبینیم یک رشد نسبتاً خوبی رو اینجا داشتیم. همینجا بیاییم و در مورد تیک پروفیت و حد ضرری هم که میتونه الگوی بد داشته باشه صحبت بکنیم. این تصویر رو اگر نگاه بکنید، ما فرض میکنیم که اون PRZ که در موردش صحبت کردیم رو در محدوده دی به دست آوردیم. حالا انتظارمون اینه که به دنبال موقعیت‌های مناسبی بگردیم برای خرید کردن. اما حد ضرر کجا باشه؟ حد سود کجا باشه؟ خب خیلی راحته دیگه، چون دی خیلی نزدیک هست به در واقع نقطه X، خیلی راحت ما حد ضررمون رو یک مقدار پایین تر از نقطه X قرار میدیم. همونطور هم که اینجا میبینید نوشته استاپ لاس رو زیر این نقطه X قرارش میدیم، خیلی قرار نیست بیاریمش پایین تر، ولی یکی از ایدئال ترین حالت هاست دیگه، به خاطر اینکه حد ضررمون یک مقدار خیلی کمی خواهد بود. پس اینجا رو به عنوان استاپ لاسمون در نظر میگیریم. وارد معامله خرید میشیم،
بعد از اون حد سودهایی که میتونیم قرار بدیم به ترتیب. اومده سطح بی رو به عنوان یک در واقع مقاومت در نظر گرفته. این محدوده یک بار محدوده حمایتی بوده. میگه احتمال اینکه در آینده این تبدیل داشته باشیم و در واقع حمایت به مقاومت تبدیل بشه هست. بنابراین take profit یا حد سود اول خودمون رو اینجا قرار میدیم. اما بریم سراغ حد سود بعدی. حد سود بعدی ما خب مسلماً تا انتهای A هست، سقفی که یک بار نتونسته اون رو بشکنه. این هم میشه take profit دوم ما. در نهایت take profit بعدی که داریم یک نسبتی هست از گام حرکتی XA که همونطور که میبینید سطح 161.8 هست که میشه به عنوان take profit سوم ما قرار بگیره. بریم سراغ حالتی که الگوی بت ما یک الگوی بت نزولی هست یا bearish هست. همونطور که گفتیم باید نقطه B یک درصد خاصی از XA رو ریتریس کنه که این درصد خاص یا 38.2 یا 50% هست و بعد از اون به دنبال پیارزت هایی میگردیم برای پیدا کردن نقطه دی. یکی از پیارزت ها که گفتیم همون ریتریسی که روی XA رسم میکنیم، همون ریتریسی که یک بار نقطه بی رو یا توی 38 یا توی 50% به همون نشون داده، این بار روی سطح 88 قرار میگیره. حالا یک نقطه ای که هست اینه که D همچنان فاصله خیلی کمی با نقطه X داره و اینکه همچنان D یک فضایی در داخل گام حرکتی XA هست و ازش فراتر نرفته. حالت بعدی هم یک اکستنشن هست که ما رسم می‌کنیم روی گام حرکتی B تا C و این اکستنشن میتونه یا 161.8 باشه یا 261.8، یعنی حالتی که دیگه اینجا AB مساویه با CD نیست بلکه در واقع CD یک درصد خاصی از AB هست که اون درصد خاص عموماً 161.8 هست. در نهایت برای به دست آوردن حالت سوم PRZ‌مون ما به یک اکسپنشن یا یک فیبای 3 نقطه‌ای از ABC نیاز داریم که سطح 100 درصد تا 161.8% هر کدوم از سطوحی که به این مقدار 88.6 نزدیک تر باشن اونها رو میتونیم به عنوان PRZ نقطه دی به دست بیاریم. به این میگن الگوی بت نزولی. اما اگر بخوایم وارد معامله فروش بشیم بعد از دیدن یک الگوی بت نزولی حد ضررمون رو کجا قرار میدیم؟ همونطوری که در موردش صحبت کردیم چون نقطه دی خیلی به نقطه ایکس نزدیک هست ما حد ضررمون رو بر حد چند پیپ بالاتر از نقطه ایکس قرار میدیم، یعنی اینجا میشه SL ما که در واقع به لحاظ مقداری خیلی میتونه ریسک به ریوارد خوبی داشته باشه. و حد سودمون به نسبت حالت قبلی که توضیح دادیم یک بار ممکنه سطح بی اینجا مقاومت بوده اینجا تبدیل بشه به حمایت و یک بارم کف A هست که یکی از حمایت ها به حساب میاد و در نهایت سطح 161.8 از کل گام حرکتی XA به ترتیب میتونن TP 1, 2, و 3 باشن برای ما به نسبت استاپلاس خیلی کمی که داره این تیپی میتونه تیپی معقولی به شمار بیاد. یه تعدادی مثال با هم بررسی بکنیم از الگوی بت در حالت صعودی و در حالت نزولی و بعد بریم توی پلتفرمی که میخواییم وارد معامله بشیم و ببینیم اگر قرار باشه که بر اساس الگوهای بت و همه الگوهایی که تا اینجا یاد گرفتیم ما وارد معامله بشیم چطور میتونیم حد سود و حد ضررمون رو قرار بدیم. توی این مثال اول که از سهام شرکت اپل هست در بازه زمانی روزانه
ما یک گام سودی XA داریم که من براتون مشخص کردم. میزان اصلاح B بعد از رسم یک ریتریسی که روی XA بوده روی سطح 50% قرار گرفته. من سطوح رو براتون نگه داشتم که ببینید. پس ما یک ریتریسی رسم کردیم توی گام اول روی XA و نقطه B اصلاحش روی 50% بوده. گفتیم یا 50 یا 38.2 ذهن ما رو میبره به سمت الگوهای بد. و از اون طرف روی همون ریتریسی که رسم کردیم روی XA، چون گفتیم نقطه D باید یک جایی در داخل گام XA باشه، D رو همونطور که میبینید این سطح قرمز رنگ، سطح 88.6 فیبو هست. خب داریم تراکم هایی رو به دست میاریم برای در واقع PRZ نقطه D. یکی از تراکم هامون که میشه این. اما حالت های بعدی چه حالت هایی هستن؟ قرار شد ما بیایم یک در واقع اکستنشن رسم بکنیم روی BC و ببینیم که این BC چه نسبتی داره با AB. همونطور که میبینید AB مساوی با CD نیست. CD یک درصد اکستند شده یا گسترش یافته هست از AB. اما این چه درصدیه؟ این اگر نگاه بکنید دقیقا روی سطح 161.8 قرار گرفته. این سطح آبی کمرنگی که اینجا میبینید. پس در گام بعدی ما اکستنشن BC رو رسم کردیم که سطح 161.8 بود. این PRZ اول، این PRZ دوم. یه حالت دیگه هم از اکسپنشن استفاده می کردیم. اکسپنشنی که روی ABC رسم شده بود. یعنی نقطه اول، نقطه دوم و نقطه سوم که C هست. و قرار شد از 100 تا 161.8 هر کدوم از درصدهایی که به این نواحی نزدیک تر بودن اون رو انتخاب کنیم. از بین این درصد ها این سطح سبز رنگ رو اگر نگاه کنید سطح 127 هست که نزدیکترین حالت به دو تا سطح فیبوناچی دیگه هست. این محدوده یک تراکم برای ناحیه برگشتی حساب میشه برای نقطه دی و بعد از اون میتونیم ما وارد معامله خرید بشیم. یکی از تارگت هامون تا انتهای سی هست، تارگت بعدی تا انتهای ای هست که همونطور که میبینید خیلی بیشتر از اون رو هم پیش رفته. و من یه مثالی از قبل که در موردش صحبت کردیم رو میخوام اینجا براتون بیارم. اگر دقت کنید به شکل علاوه بر الگوی بتی که در موردش صحبت کردیم، چه الگوی هارمونیک دیگه‌ای که تا الان در موردش صحبت کردیم شما توی تصویر میتونید ببینید. من یک مقدار سکوت میکنم، شما میتونید ویدیو رو پاوز کنید و یه مقدار به نمودار نگاه کنید و جواب این سوال رو بدید. اگر موفق شدید این الگوی هارمونیک رو درست تشخیص بدید، یعنی تمام مباحثی که تا اینجا با هم گذروندیم رو کاملا مسلط شدید. الگویی که اینجا میبینیم یک الگوی inverted AB مساوی با CD هست. چرا؟ این گام حرکتی A تا B، این مسیری که رشد داشته C هست و در نهایت این ریزش D هست. همونطور که میبینید من سطح 100% فیبوی در واقع اکسپنشن رو براتون نگه داشتم و کل این گام BC روی حدود 50% هست و همونطور که میبینید دلیلی که بازار از این ناحیه برگشته الگوی AB مساوی با CD معکوس هست. همونطور که میبینید با ترکیب الگوهای هارمونیک شما خیلی راحت میتونید توی بازار دلیل هر گام حرکتی توی بازار رو تشخیص بدید. بریم سراغ مثال بعدی. مثالی هست مجدداً از سهام شرکت اپل در بازه زمانی دیلی یا روزانه. همونطور که ملاحظه میکنید ما یک گام حرکتی X تا A داشتیم که یک گپی هم اینجا بوده و بعد B رو اگر نگاه کنید به نسبت XA روی سطح 50% این سطح سبز رنگ خط 50% هست. خب
وقتی که ما یک ریتریس رسم می‌کنیم روی XA و می‌بینیم که B روی نقطه 50 درصد قرار گرفته، گفتیم که اولین چیزی که بهش فکر می‌کنیم الگوی بد هست. بنابراین می‌ریم ببینیم آیا در ادامه ریتریس حرکت بعدی تا 88.6 رفته یا نه. این سطح قرمزی که اینجا می‌بینید 88.6 ریتریس XA هست. این یکی از تراکم‌هایی که ما توی نقطه دی میتونیم به دست بیاریم. اما اگر دقت بکنید ما نیاز داریم به سطوح دیگه هم حتی. و یه کار دیگه ای که انجام میدیم، یه اکسپنشن رسم میکنیم روی A, B و C. اکسپنشن A, B, C رو که رسم بکنید، من اومدم دو تا درصد مختلف رو اینجا براتون نگه داشتم. اکسپنشن همون فیبوی سه نقطه ای هست. یه درصد اینو یادتون باشه، ما گفتیم بین 161.8 تا 261.8 هر فضایی که به این 88.6 نزدیک تر باشه. الان من سطح 161.8 رو نگه داشتم. 261.8 هم که تقریبا اینجاها میشد. سطح 200 رو هم اینجا براتون، این سطح بنفش رنگ من نگهش داشتم. خب فضای بین 161.8 تا 261.8 همونطور که میبینید 200 نزدیکترین حالت بود به 88.6. من عمدن 161.8 رو نگه داشتم که ببینید چقدر فاصله بینشون هست. پس ما اومدیم از بین این محدوده 200 رو در نظر گرفتیم که این هم کاملا قابل قبول هست. اما یه کار دیگه هم که باید بکنیم، یه اکستنشن هست که ما میایم این اکستنشن رو روی بی سی رسم میکنیم. وسطی که میبینید اینجا 161.8 هست که این خط بنفش رنگ میشه. تراکم این ستا فیبوناچی که ما رسم کردیم یک ناحیه پرپتانسیل برگشتی به هم میده. اما من یه نکته بگم، ما اونقدر که انتظار داشتیم این بازار بعد از نقطه دی نریخته. چرا؟ یه گپ قیمتی اینجا داریم، حتی این گپ قیمتی رو هم پر نکرده. تا نزدیک این سطح بی اومده و یک الگوی این گالفینگ شیک گرفته و مجدداً حرکت داشته به سمت بالا. اینجا به خاطر هیجان خریدی هست که توی بازار بوده و این رو هم در نظر داشته باشید که زمانی که شما مثلا اگر اینجا توی نقطه دیوارد معامله فروش بشید، خب حد ضررمون رو که یه مقدار بالاتر از X قرار میدیم، اما حد سودمون رو بعد از دیدن این الگوی این گالفینگ میدونیم که این الگو رو باید ببندیم. ضمن اینکه زمانی که این الگوی این گالفینگ شکل میگیره به موازاتش اگر بیایم روی در واقع استوکاستیک نگاه بکنیم، ما به لحاظ قیمتی سطحی که اینجا میبینیم به نسبت این سطح پر واضحه که کفی که ساخته یک کف بالاتر هست توی نمودار قیمت، اما توی استوکاستیک میبینید که تقریبا با هم برابر هستن. پس ما یه واگرایی هم اینجا میبینیم. ترکیب همه اینها با هم به همون میگه که باید این معاملهی که باز کردیم رو ببندیم و همیشه سعی کنید که منعطف باشید و یک تحلیلی که میکنید اگر به هر دلیلی تحلیلتون داره فیل میشه یا توی سود هستید، سعی کنید که توی بهترین حالت ممکن معاملتون رو ببندید. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی هم مثالی هست از CAD JPY دلار کانادا به ین ژاپن در بازه زمانی روزانه. خب ما نگاه میکنیم یک گام حرکتی X تا A رو داشتیم. B سطح 50 درصد، این خط سبز رنگ سطح 50 درصد فیبوناچی ریتریس XA هست. گفتیم هر موقع 50 درصد رو اصلاح میکنه ما به 88.6 اولین چیزی که فکر میکنیم این هست. این خط قرمز رنگ سطح 88.6 هست. تمام اعداد اینجا روی هم قرار گرفتن، واسه همین ممکن خیلی مشخص نباشه چون تراکم هر سه تا فیبوناچی اینجا قرار گرفته. فیبوناچی بعدی هم که رسم کردیم فیبوناچی اکستنشنی هست که روی بی سی رسم میکنیم که سطح 161.8 اینجا قرار میگیره و فیبوناچی بعدی هم در واقع فیبوی اکسپنشن ای بی سی هست
که اگر نگاه کنید من سطح 100 رو نگه داشتم، این الگو ای بی مساویه با سی دی نبوده، یک درصدی بوده که اون درصد سطح 161.8 قرار گرفته. این تراکمی که توی این محدوده بوده به ما یک موقعیت مناسب برای فروش داده و بعد از اون میبینید که حداقل این کف بی رو که هیچی پایین تر اومده و یک درصدی از سی دی رو به ما سود داده. اینم یک مثال دیگه ای از الگوی بد که میتونستیم بعد از تشکیلش وارد معامله فروش بشیم. اما بریم سراغ مثال بعدی. این مثال هم بعد از یک ریزش نسبتاً شدیدی که اینجا میبینیم، بازار در قالب XA یک حرکتی رو انجام میده و یک رشدی میکنه. مجدداً یک ریزشی داریم توی گام A تا B. این ریزش روی سطح 61.8 قرار گرفته. من از قصد این مثال رو براتون آوردم. وقتی به سطح 61.8 نگاه میکنیم، ما گفتیم یا 50% یا 38.2% میزان اصلاحایی هستن که ما رو ذهنمون رو میبره به سمت الگوی بد. اگر 61.8 رو اصلاح کرده، الگویی که ما در مورد 61.8 بلدیم الگوی گارتلی هست. پس ما سریع ذهنمون میره سمت الگوی گارتلی و در واقع روی برای پیدا کردن نقطه دی به سطح 72.86 این بار فکر میکنیم و همونطور که نگاه میکنید تو دل گام حرکتی XA الگوی AB مساویه با CD هم برقرار هست که یکی از شروط گارتلی بود. بنابراین الان ذهنتون فقط سمت الگوی بد نره، باید همه ی الگوهایی که تا الان در مورد صحبت کردیم رو بتونید توی نمودار تشخیص بدید. در ادامه یه تعداد مثال رو با هم در فضای داینامیک تریدر بررسی بکنیم. اولین نمودار، نمودار CAT CHF است توی بازه 30 دقیقه. CAT CHF رو همونطور که میبینید کافیه که ما بیایم و از ابزار فیبوناچی اول استفاده بکنیم ببینیم میزان ریتریسی که اینجا اتفاق افتاده چقدر هست. خب ما یک فیبوناچی ریتریسمنت انتخاب میکنیم، کل فضای XA رو به هم وصل میکنیم. همونطور که میبینید این سطح قرمز رنگ سطح 50% هست و این سطح 50% سطحیه که بازار توش ریتریس انجام داده و اگر بخوایم اینها رو نامگذاری بکنیم این میشه سطح A ما، اینجا میشه سطح B، اینجا میشه C و اینجاها میشه سطح D ما و این سطح قبلی هم خب قطعا سطح X هست. حالا ما میخوایم توی نقطه D به دنبال موقعیت های مناسبی باشیم برای فروش. حالا ببینیم که این موقعیت رو چطور میتونیم پیدا کنیم. سطح 50% ریتریس داشتیم و گفتیم که اگر اصلاح ما روی سطح 50% باشه ما به 82.86 فکر میکنیم. پس یه ریتریس میذاریم، سطح 82.86 رو این بار نگه میداریم و همونطور که میبینید الان این قسمت از نمودار نزدیک هست به سطح 82.86. اما این تنها سطحی نیست که ما قرار ازش استفاده بکنیم و یک درصد دیگه ای از یک فیبوی سه نقطه‌ای یا فیبوی پروجکشن یا فیبوی اکسپنشن هم نیاز داریم. همونطور که میدونید این الگو به وضوح مشخصه که AB مساویه با CD نیست و AB یک درصدی از CD هست و اگر نگاه کنید نزدیکترین سطح به 82.86 APP 127 هست که من این رو هم نگه میدارم و بقیه درصدهای دیگر رو پاک میکنم. اما ببینیم که C چه درصدی رو اصلاح کرده از کل گام A تا B و میبینیم که خب C روی سطح 50% قرار گرفته. گفتیم یه جایی بین 38 تا 88.6 درصد قابل قبول هست. خب فعلا C روی 50%. از اون طرف انتظار داریم که روی BC یه اکستنشن رسم بکنیم و این اکستنشن یکی از درصدهای خاصی باشه که ما بهش نیاز داریم. اون درصدی که من بهش نیاز دارم نیست، من یه بار اینجا اضافهش کنم درصدم رو، احتمالاً
احتمالا روی درصد 261 و 8 قرار گرفته. دوباره یک بار دیگه یه اکستنشن از بی به سی رسم میکنم. من انتخابش بکنم. اینجا رو اگر بگیریم بی، اینجا میشه سطح سی. همونطور که میبینید این قسمتی که آبی پررنگ شده سطح 261.8 هست که این رو هم نگه میداریم و بقیه درصدها رو ما حذف میکنیم. خب الان درصدهایی که داریم با هم نگاه میکنیم که در کنار هم قرار گرفتن، یکی درصد در واقع 88.6 از ریتریس XA هست، یکی 127 پروژکشنمون هست، یکی هم 261.8 BC ما هست. و خب ما این تراکم رو به دست آوردیم و مطمئن میشیم که این محدوده ها محدوده مناسبی هست برای فروش. به اضافه این که اگر ما یک در واقع ابزار زمانی استفاده کنیم، 100% ریتریس زمانی هم گذر کرده و احتمال اینکه بازار شروع کنه به ریزش وجود داره. اما اگر قرار باشه که بازار شروع کنه به در واقع ریزش، ما بخوایم پوزیشن فروش باز کنیم، حد ضررمون رو یک مقداری بالاتر از ممیز 75.12 قرار میدیم، چون این سطح ایکس ما هست. اولین حد سودمون به ترتیب میشه این محدوده، این خط قرمز رنگ که تقریبا همون مقاومته که اگر قرار باشه تبدیل بشه به حمایت میشه اینجا. بعدی، حالت بعدی رو میتونیم سطح سی قرار بگیریم و در نهایت هم میتونیم این ای رو قرارش بدیم به عنوان حالتهای مختلفی که میتونیم استفاده کنیم. و اما بریم سراغ این که ببینیم بعد از این که کندل ها قرار شکل بگیرن چه اتفاقی میفته. میبینید که بازار کندل نزولی خودش رو زد و بعد از این سریع اولین حد سود ما رو بهمون میده و منتظر میمونیم ببینیم که تا کجا ریزش میکنه. میبینید که حد سود دوممون رو هم بهمون داد، یه مقدار درجا میزنه و در نهایت میاد به سمت حد سود سوم ما. مجدداً ببینیم که آیا این ریزش ادامه دار هست یا نه. ببینیم کف A رو میزنه یا نه، که همونطور که میبینید الان اینجا کف A برای ما زده شده و ما البته خیلی بیشتر از این ریخت. میتونید برید نمودار CAT-CHF رو چک کنید، ولی خب فعلا ما میدونیم تا اینجا این حد سودی که ما تعریف کردیم رو بهمون داده. این اولین نموداری بود که ما باهاش روی الگوی بت، در واقع بت نزولی، پوزیشن فروش گرفتیم. بریم سراغ نمودار بعدی. نمودار اتریوم به تتر هست، باز در بازه زمانی 30 دقیقه. این بار یه نگاه بندازیم. اتریوم یه حرکت ریزشی شدید و شارپ داشته، بعد از اون یک حالت A B C و داره D رو تشکیل میده. خب حالا میخواییم ببینیم که آیا این بر اساس الگوهایی که ما یاد گرفتیم همخوانی داره با اون الگوهای ما یا نه. خب کاری که اولین بار قراره انجام بدیم یک ریتریس رسم بکنیم روی سطح XA و اگر نگاه کنید الان 61.8 میزان اصلاح بی من هست. پس من اینو نگه میدارم. وقتی میگیم میزان اصلاح 61.8 هست، دیگه نمیتونیم به الگوی بد فکر کنیم. الگویی که بهش فکر میکنیم الگوی گارتلی هست. خب باز یک گام حرکتی بی سی داریم. وقتی 61.8 رو اصلاح میکنه، ما انتظار داریم که بازار از 78.6 برگرده، یعنی اینجایی که تقریبا توش قرار گرفته. این رو هم نگه میداریم و قرار شد که بیایم یه اکسپنشن روی ABC رسم بکنیم. سطح 100% رو نگه داریم. چرا؟ چون داریم در مورد الگوی گارتلی صحبت میکنیم و توی الگوی گارتلی AB مساوی با CD چیزی هست که ما انتظارش رو داریم که اتفاق بیفته و در نهایت ما یک اکستنشن میخواییم از B به C، سطحی که نزدیک هست سطح 161.8 هست که اون رو هم نگه میداریم، بقیه درصدها رو حذف میکنیم.
خب ما انتظار داریم که بازار از این محدوده‌ای که اینجا با هم مشخص کردیم شروع کنه به برگشت. اما دقیقاً از کجا قراره برگرده؟ چون از ابزار ریتریس زمانی هم استفاده کردیم، سطح 100% زمانی این محدوده ها هست، یعنی انتظار داریم یه مقدار توی این محدوده بازی بکنه. خب ببینیم که آیا این اتفاق میفته یا نه. خب نگاه کنید، بازار یک مقداری ریزش کرده، دوباره مجددا برگشته توی PRZش و بعد مجدد شروع کرده به ریزش. اگر بخوایم وارد پوزیشن بشیم، باید این کف شکسته بشه که ما وارد پوزیشن فروش بشیم و یکی از تارگت هامون رو میتونیم روی سطح 30 قرار بدیم. ولی یکی از کارهای دیگه‌ای که میتونیم انجام بدیم اینه که بیایم روی گام حرکتی CD این بار یه ریتریس رسم بکنیم. روی گام حرکتی CD ریتریس رسم میکنیم، یکی از محتمل ترین درصدها سطح 61.8 هست و درصد بعدی 78.6. من اینجا 61.8 رو نگه میدارم و میخوام این استثناء رو بهتون نشون بدم که بازار بلافاصله بعد از برخورد با سطح 61.8 مجددن میره به سمت بالا. پس ما اگر هم قراره وارد پوزیشن معاملاتی فروش بشیم توی نقطه دی، خیلی به امید اینکه بازار بریزه و روند رو عوض کنه نباید باشیم. و همونطور که میبینید سطح 161.8 رو تاچ کرده و من مجدداً حرکت کرده به سمت بالا و دیگه هیچ وقت تا سطح 161.8 پایین نیمده. میبینید که روند مجدداً رفته به سمت بالا. این از جمله نکاتی است که شما باید بهش توجه بکنید. بریم سراغ مثال بعدی. مثال بعدی مثال USD CAD هست در بازه زمانی 30 دقیقه. من یه حرکت بزرگتری رو اینجا در نظر گرفتم که بذارید بهتون نشون بدم. از اینجا تا اینجا رو در نظر گرفتم، یعنی یک حرکت X تا A و بعد A تا B و بعد به دنبالش B تا C و بعد به دنبالش C تا یه جایی که داره D رو تشکیل میده، مثلا اینجا. این الگو رو میخوایم با هم در موردش صحبت کنیم، ببینیم که الگویی که میبینیم دقیقا چه الگویی هست. این گام ریزشی رو که اگر نگاه بکنیم، ما ریتریسش رو حساب بکنیم ببینیم از کجا برگشت داشته، همونطور که میبینید یه فضایی هست بین 38.2 تا 50. این قرمز رنگه سطح 50% هست، این هم سطح 38.2 هست. تقریبا میتونیم 50% در نظر بگیریم. من فیبوناچیمو پاک میکنم. الان که میدونیم به 61.8 نرسیده، ما به دنبال الگوی بت میگردیم. خب بریم ببینیم در گام بعدی این دی میتونه تا کجا باشه. ما میدونیم که اگر از یه فضایی بین 50 تا 61.8 برگرده، انتظار سطح 82.86 رو باید داشته باشیم. پس این سطح رو نگه میدارم. و یکی دیگه از کارهایی که انجام میدم اینه که بیام و روی گام حرکتی، بذارید من اینا رو لیبل گذاری کنم، این A هست، این B، این C، ما به دنبال ناحیه پرپتانسیل برگشتی برای فروش توی نقطه دی میگردیم. خب یکی از کارهایی که میخواییم انجام بدیم اینه که بیاییم یک در واقع فیبوی 3 نقطه‌ای رسم بکنیم روی A, B به C و درصدهایی که نزدیک هست به اینجا رو ما نگه داریم. خب سطح 127 یه مقدار پایین تر از 88.6، 161.8 یه مقدار بالاتره. من این 161.8 رو نگه میدارم، بقیه یه درصدها رو پاک میکنم. و درصد بعدی که بهش نیاز داریم یک اکستنشنی هست که ما روی B تا C رسمش میکنیم که همونطور که میبینید 261.8 حدوداً این حوالی میشه. تقریباً اگر من اون سطح 127 رو نگه میداشتم، یک بار دیگه مجدداً رسمش بکنم که ببینید سطح 127 رو اگر نگه می داشتم، تقریبا میتونست این محدوده با هم یک PRZ تشکیل بده. اما توجهتون رو جلب می کنم به این قسمت آخر حرکت،
که بازار اومده به نسبت قبل خودش اینجا سقف قبل از نقطه دی به اینجا سقف دی. بازار توی نمودار قیمت اومده یک سقف بالاتری رو ثبت کرده، در حالی که در واقع مکدی داره به ما میگه که نه، درسته که نمودار اومده سقف بالاتر ثبت کرده، ولی مکدی سقف بالاتری رو ثبت نکرده و داره به ما یک واگرایی نشون میده، یک واگرایی آردی منفی که احتمالاً قراره که یا روند تغییر بکنه یا اصلاح زمانی باشه یا اصلاح قیمتی باشه. اما اینکه کدوم قراره شکل بگیره و اگر بخوایم وارد پوزیشن معاملاتی فروش بشیم حد ضرر کجا باشه، اگر این x ما باشه یک مقدار بالاتر از نقطه x قرار میدیم حد ضررمون رو، و در ادامه کجا وارد معامله فروش بشیم. فعلا ما صرف دیدن یک واگرایی و انتهای دی نمیتونیم بگیم خب دیگه وارد معامله فروش بشیم. ممکنه این الگو اصلا الگوی هارمونی که گارتلی نباشه و مجدداً رشد بکنه، پس باید منتظر بمونیم. منتظر میمونیم یکی دوتا کندل شکل میگیره. خب یک کفی باید اینجا زده بشه، کفی که منتظرش هستیم برای اینکه شکسته بشه این کف قبلی هست و همونطور که میبینید توی این کندل شکسته شده. اگر بخوایم محافظه کارانه وارد پوزیشن معاملاتی فروش بشیم این بهترین حالتش هست و میتونیم یکی از حد سودهامون رو روی نقطه بی قرار بدیم و بقیهش رو به نسبت در واقع حالا یک فیبوی اینجا رسم بکنیم. بقیه رو میتونیم از این ابزارهای دیگه اینجا استفاده کنیم. همونطور که میبینید اولین حد سود ما که نقطه بی هست رو به همون داده و یکی از حالتها گفتیم سطح 61.8 هست، نزدیک شده به اون و شروع کرده باهاش بازی کردن. پس ما میتونیم حد سودهامون رو هم بر اساس سطوح حمایت مقاومت قرار بدیم و هم بر اساس در واقع فیبویی که به صورت اصلاحی روی این گام حرکتی این قسمت آخر رسم میکنیم. خب این مثال هایی بود که با هم بررسی کردیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع بشه و همیشه پرسود باشید.